درود به شما همراه خوب کانال جنگیرام. مرتضی وقتی فهمید مادرش میخواد صیغه یه مرد متأهل پولدار بشه داشت دیوونه میشد. واسه همین تصمیم گرفت قبل اینکه این اتفاق بیفته شهرامو سربنیست کنه. جایی نرین و با هم همراه باشین تا جزئیات این جنایت ناموسی رو براتون فاش کنم. اوایل خرداد همین امسال یعنی سال 1402 شهرام 55 سالی که وضع و اوضاع مالی خیلی خوبی هم داشت با یکی از ماشیناش که یه پرشیای سفید بود از خونه خارج شد. ولی اون روز آخر زندگی شهرام بود و بعد اون دیگه به خونه برنگشت. خانواده شهرام بعد 24 ساعت وقتی دیدن هیچ اثری از شهرام نیست و گوشیشو جواب نمیده مجبور شدن به اداره نهم پلیس آگاهی برن و خبر گم شدنشو گزارش کنن. چند روزی گذشت در حالی که تحقیقات ابتدایی شروع شده بود و پیگیری از بیمارستان‌ها و پزشکی‌های قانونی به نتیجه نرسید، پرونده به پایگاه 11 پلیس آگاهی سپرده شد. کارگاه‌های این اداره خیلی زود دوباره خانواده شهرام رو به پلیس آگاهی دعوت کردند تا دوباره تحت تحقیق قرار بگیرند. تو این تحقیقات هم چیزی به درد بخوری به دست نیومد و فقط همه اعضای خانواده میگفتن شهرام اون روز میخواست ماشین پرشیاشو با یکی معامله کنه و بفروشتش، ولی نمیدونستن کی. اصلا برای همون اون روز از خونه رفته بوده بیرون. با اطلاعات به دست اومده اسم و مشخصات شهرام توی سیستم سراسری پلیس ثبت شد. افسر پروندهم دستور داد قطع تلفن این مرد مورد بررسی قرار بگیره تا مشخص بشه توی چند روز اخیر با کیا در ارتباط بوده و قرار ملاقات داشته. با آماده شدن جواب این استعلام سرنخ خیلی عجیبی به دست اومد. بررسی خط تلفن شهرام نشون میداد چند وقتی بوده که شهرام با یه زن دیگه به اسم آمنه رابطه پنهانی داشته. خیلی زود با مشخص شدن این موضوع مامورای آگاهی رفتن سراغ آمنه 44 ساله و تحقیقاتو ازش شروع کردن. آمنه میگفت من تا چند ماه پیش توی شهرستان زندگی میکردم، ولی از روزی که از همسرم جدا شدم برای کار اومدم تهران. وقتی وارد تهران شدم چند روزی رفتم پیش یکی از دوستای قدیمی. همین دوستم هم برام تو خونه یکی از آشناهامو کار جور کرد و قرار شد از یه زن و شوهر پیر پرستاری کنم و خونه همون هم زندگی کنم. چند وقتی خونه این زن و شوهر بودم و از همه چی راضی بودم. با اینکه کار سختی بود، ولی بازم به خاطر اینکه روی پای خودم بودم و نیازی به کسی نداشتم، حالم خیلی خوب بود. تا اینکه با یه مرد جوون به اسم سینا آشنا شدم و بدون اینکه به کسی بگم باهاش صیغه کردم. بعد ازدواج موقتم با سینا، هر چند روز یه بار مرخصی می‌گرفتم و می‌رفتم خونه سینا. چند وقتی که از آشنایمون گذشت، شهرام با اینکه متأهل بود و زن و بچه داشت، بهم ابراز علاقه کرد و گفت وقتی مدت صیغت با سینا تموم شد لطفاً دیگه تمدیدش نکن. از طرفی خودم هم از شهرام بیشتر خوشم میومد و دوست داشتم سریعتر مدت صیغه نامم تموم بشه که برم با شهرام. واسه همینم ارتباطمو باهاش قطع نکردم و همش باهاش صحبت میکردم. تا اینکه شنیدم میخواد یکی از ماشیناشو بفروشه. قرار بود چند روز پیش بره ماشینشو معامله کنه، ولی درست از همون روز منم ازش خبری ندارم. چند بارم بهش زنگ زدم و پیام فرستادم، ولی گوشیش خاموش بود و نتونستم باهاش صحبت کنم. این حرفای آمنه در حالی بود که توی بررسی خط تلفن شهرام اطلاعاتی به دست اومده بود که نشون میداد قرار بود شهرام ماشینشو با پسر آمنه معامله کنه و آخرین بار شهرام با آمنه و مرتضی قرار داشته. وقتی پلیس در مورد این موضوع از آمنه پرسید گفت آره اون روز با هم قرار داشتیم، ولی شهرام اون روز سر قرار با ما نیومد و هرچی بهش زنگ زدیم گوشیش خاموش بود. اطلاعات به دست اومده از آمنه ثبت شد و به دستور بازپرس قرار شد آمنه به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته بشه. دوباره تحقیقات و تجسس‌های پلیس آگاهی شروع شد. هیچ اثری از شهرام و ماشینش نبود. تا اینکه روز 14 تیر ماه امسال ماشین شهرام در حالی توی یکی از شهرهای جنوبی کشور کشف و توقیف شد که رانندش یه پسر 19 ساله بود. خیلی زود پسری که راننده این ماشین بود به اداره آگاهی منتقل شد. این پسر خیلی سعی داشت با داستانهای مختلف خودشو بیگناه نشون بده، ولی وقتی اسم و مشخصاتشو به مامورای پلیس گفت موضوع خیلی هولناکی فاش شد. این پسر 19 ساله کسی نبود جز مرتضی پسر آمنه. به دستور بازپرس پرونده قرار شد مرتضی به تهران منتقل بشه. همچنین بازپرس دستور داد آمنه هم دوباره دستگیر بشه و به در آگاهی آورده شه.
برای همینم به مامورایی که به صورت نامحسوس زیر نظر داشتنش دستور داده شد تا آمنه رو دوباره به اداره آگاهی بیارن. آمنه به اداره آگاهی منتقل شد و وقتی دید پسرش مرتضی دستگیر شد و پلیس دیر یا زود کل ماجرا رو متوجه میشه، شروع به اعتراف کرد و گفت وقتی قرار شد بعد تمام شدن صیغه نامه با سینا با شهرام صیغه کنم خیلی خوشحال بودم، چون شهرام همه نظر از سینا بهتر بود، هم پولدار بود هم خوش اخلاق، ولی فقط یه اشکال داشت، شهرام متأهل بود و به من میگفت خانواده‌ام اصلا نباید از این موضوع چیزی بفهمن. منم قبول کردم و منتظر بودیم که مدت صیغه نامه‌ام تموم شه. همینجوری که با شهرام حرف می‌زدم بهش گفتم پسرم دوست داره ماشینشو عوض کنه. اونم گفت اتفاقا منم میخوام یکی از ماشینامو بفروشم، بهش بگو بیاد همینو بخره. منم دیدم موقعیت خوبیه و میتونم تخفیف خوبی ازش بگیرم، واسه همین به مرتضی زنگ زدم و جریانو گفتم. مرتضی چند باری ازم پرسید که این مرد کیه. من خیلی خواستم حقیقت ماجرا رو بشنوم ولی فایده ای نداشت و گیر داده بود. مجبور شدم کل ماجرا رو براش گفتم و گفتم که میخوام باش صیغه کنم، ولی بهش نگفته بودم که الانم صیغه یه مرد دیگه. مرتضی اولش یه ذره عصبانی شد ولی دیگه چیزی نگفت و قبول کرد که بیاد ماشینشو بخره. مرتضی توی جنوب کشور تنهایی کار میکرد و زندگیشو میکرد. قرار شد مرتضی بیاد تهران و ماشین شهرامو ببینه. از وقتی مرتضی قرار شد بیاد تهران به سینا گفتم پسرم داره میاد و خبری از ماجرای ما نداره. ازش خواهش کردم این چند روزی که مرتضی میاد خونه از اونجا بره. سینا هم قبول کرد و رفت. مرتضی رسید و اومد پیشم. روز حادثه با شهرام توی خونه قرار گذاشتیم که بیاد ماشین رو قلامه کنیم. ولی به محضه که شهرام پاشو گذاشت تو خونه، مرتضی بهش حمله کرد و باش درگیر شد. تا به خودم اومدم مرتضی کار خودشو کرد و شهرامو کشت. خیلی سریع هم جسد شهرامو لای پتو پیچید و انداختش توی صندوق عقب ماشین و رفت سمت جنوب کشور. از لحظه‌ای که مرتضی از من جدا شد دیگه خبری ازش ندارم و نمیدونم با جسد چیکار کرده. فقط یه بار بهش زنگ زدم و گفت داغشو به دلت گذاشتم، هیچ کی نمیتونه پیداش کنه و هیچ وقت لو نمیرم. مرتضی تهدیدم کرده بود که به کسی چیزی نگم، ولی وقتی الان دیدم دستگیر شده دیگه مطمئن شدم این راز مخفی نمیمونه و باید حقیقتو بگم. طولی نکشید که مرتضی به اداره آگاهی تهران رسید و وقتی فهمید مادرش همه ماجرا رو برای مامورای پلیس گفته متوجه شد که دیگه راهی نداره و شروع به اعتراف کرد. مرتضی میگفت من یه سال بود که برای کار رفته بودم جنوب ایران. توی مدتی که اونجا بودم فهمیدم دعوای کهنه پدر و مادرم بالاخره کار خودشو کرده و از هم جدا شدن. مادرم بعد طلاق رفته بود تهران که یه زندگی جدید برای خودش شروع کنه. با هم همیشه در تماس بودیم و میدونستم که رفته خونه یه زن و شوهر پیر و داره ازشون پرستاری میکنه. واسش خیلی خوشحال بودم که تونسته روی پای خودش وایسه. تا اینکه چند وقت پیش به این زنگ زد و گفت یکی از آشناهاش توی تهران میخواد ماشینشو بفروشه. سعی کردم بفهمم این آدمی که میگه کیه. مادرم میخواست این موضوع رو ازم مخفی کنه، ولی وقتی اصرارای منو دید شروع به گفتن ماجرا کرد و داستان شهرامو برام گفت. منم عصبانی شدم و هرچی از دهنم در میومد بهش گفتم، ولی دلم اینجوری آروم نمیشد. باید شهرامو ادب میکردم. واسه همین به مادرم گفتم باشه و من این ماشینو میخرم، فقط میخواستم با شهرام روبروشم و ترتیبشو بدم. چند روزی گذشت و من وارد تهران شدم. روز حادثه با هم توی خونه قرار داشتیم. تازه الان فهمیدم اون خونه داستانش چیه، وگرنه کلک سینا رو هم میکندم. اون روز خودم رو خیلی آروم نشون دادم و منتظر موندم تا شهرام برسه. وقتی شهرام رسید امانش ندادم، از پشت سر بهش حمله کردم و خفش کردم. اما چون به مادرم گفتم هر موقع دوباره هوس این کارا به سرت بزنه بدون تهش همین میشه. سری جسد رو پتو پیچ کردم و آوردمش توی پارکینگ و انداختمش توی صندوق ماشین خودش. سری سوار و ماشین شدم و از اونجا اومدم بیرون و رفتم سمت جنوب. نزدیکای شهر کازرون که بودم دیدم خیلی خلوته. از ماشین پیاده شدم و جسد از صندوق بیرون کشیدم. عقب یه مقدار بنزینم گرفته بودم. ریختم رو جسد و همونجا آتیشش زدم که شناسایی نشه. سری از اونجا فرار کردم و فکر میکردم هیچ وقت گیر نمیافتم. ولی هیچ وقت فکرشو نمیکردم پلیس تا جنوب کشور دنبال ماشین شهرام بگرده. وگرنه ولش میکردم و فرار میکردم. داشتم زندگیمو میکردم تا اینکه توی یه ایسپازرسی روز 14 تیر دستگیر شدم و لو رفتم.
با تمام شدن صحبت‌های مرتضی خیلی سریع مأمورای آگاهی سراغ پرونده‌های جسدای پیدا شده شهر کازرون توی ماه اخیر رفتن و خیلی زود مشخص شد چند وقت پیش جسد سوخته یه مرد که غیر قابل شناسایی بوده توی این شهر پیدا شد و با توجه به اینکه خانواده‌اش پیدا نشده بودن بعد نمونه برداری و عکس برداری جسد به دستور مقامات قضایی دفن شده بود. با به دست اومدن این اطلاعات نمونه دی ان ای این فرد با دی ان ای افراد خانواده شهرام مورد بررسی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد این جسد مربوط به شهرامه. بالاخره بعد دو ماه بیخبری مشخص شد شهرام قربانی یه جنایت بیرحمانه شده. برای همین خانواده‌اش به دادسرای جنایی تهران رفتن و مرتضی و مادرش به خاطر این جنایت هولناک شکایت کردند. بعد چند روز آمنه و مرتضی هر دو به صحنه جنایت برده شدن و قتل شهرام بازسازی کردند. پرونده کامل شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. خانواده شهرام هم اعلام کردند به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستن و خواستشون فقط قصاصه. در حال حاضر هم مرتضی و مادرش تا روز دادگاه توی زندانن. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین. پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.